در حالی که کنونسیون حزب جمهوری خواه در شهر تمپای فلوریدا با اعلام رسمی کاندیدی مترامنی در شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ختم شد، حزب دموکرات کنونسیون یا نشست رسمی خود را در این هفته در شهر شارلت ایالت کالورینای شمالی برای اعلام رسمی کاندیدی رئیس جمهور اوباما دایر خواهد کرد. به شهر تمپای ایالت کالورینای شمالی می رویم و تفصیل بیشتر را از همکارم سید ظفر هاشمی می شنویم. آقای هاشمی با سلام، بفرمایید. تشکر، زنده باشین و سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون آشنا. امروز رسما کنونسیون یا نشست حزبی دموکرات ها در شهر شارلت نات کارولینای شمالی به خاطر نامزدی رسمی براک اوباما به حیث کاندید حزب دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از این محل آغاز میشه. در ابتدا دموکرات ها ابراز خوشی میکردند به خاطر انتخاب کردن شارلت به حیث محل برگزاری نشست حزبیشان، اما عده‌ای آل گمان میزنند که تصمیم خوب دموکراتان نگرفتند. در گزارش ابعاد مختلف این موضوع را با تازه ترین انکشافات در مبارزات انتخاباتی بررسی کردیم که بعد از او باز هم خدمت شما و بیننده قرار میگیریم. شهر شارلت با نفوذ 750,000 تن به خاطر مشخصات و صفاتش به حیث یکی از شهرهای جنوب شهرت دارد که شامل لهجه ویژه، غذاهای بریان و همچنان مهمان‌نوازی فوق‌العاده می باشد. مهمان‌نوازی جنوبی ایالات متحده را در شهر شارلت پیدا کرده می توانید و این شهر دارای محلات زیادی دیدنی می باشد و همچنان شهری هست که احساس خانوادگی را می دهد. شهر شارلت به حیث خانه شرکت مشهور کیله فروشی چکیتا و مترانی های با سرعت زیاد و نسکار و مرکز فروش طلا و پول نقد از شهرت بسزای برخوردار است. از لحاظ مالی نیز این شهر بعد از نیویورک بزرگترین مرکز تجارتی ایالات متحده می باشد و ارزش دارایی آن 2 تریلیون دلار است. دموکرات ها تلاش کردند در مبارزات انتخاباتی امسال پول زیاد و شرکت های مالی را که از مترامنی رقیب اوباما پشتیبانی می کنند تصویر منفی بدهند. به طور مثال آنها از گرفتن پول شرکت ها به خاطر تمویل مصارف نشست حزبیشان سر باز زدند، اما پول ناکافی آنها را وادار ساخت تا نشست حزبی را به جای 4 روز به 3 روز مختصر سازند. رئیس جمهور اوباما نیز بیانیه مهم و پذیرفتن رسمی نامزدی حزب را در یک استادیوم بزرگ فوتبال انجام می دهد که خود به نام یک شرکت بزرگ مالی مسما شده است. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما با انتقاد از مترامنی رقیبش از حزب جمهوری خواهان گفت که جمهوری خواهان مفکوره جدید و موثری برای احیای اقتصاد ایالات متحده ندارند. در گذشته مؤثر نبود و در آینده نیز مؤثریت نخواهد داشت. مفکوره های آنها مؤثر نیست. و جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده و نامزد این معاونیت در انتخابات فعلی، مترامنی را هدف انتقاد شدید خود در عرصه سیاست خارجی قرار داد. رامنی گفت که پایان جنگ در عراق و برگشتاندن عساکر آمریکایی اشتباه. او گفته است تاریخ برای برگشت عساکر ما از افغانستان نیز اشتباه است. رئیس جمهور اوباما در سال 2008 با یک تفاوت بسیار اندک برنده انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت گردید که پیروزی او به حیث کاندید حزب دموکرات سابقه 30 سال داشت. پیتر براون از پوانتون کوانپک: این یکی از ایالت هایی است که در صورت برنده شدن اوباما راه یافتن رامنی به کاخ سفید بسیار دشوار می شود. نظرسنجی های تازه نشان می دهد که مترامنی و براک اوباما در این ایالت در تساوی قرار دارند و این موضوع مایه نگرانی پشتیبان‌های اوباما شده است. آقای هاشمی، روحیه در شهر شارلت از چه قرار بود امروز، چگونه هست و همچنین دموکرات‌ها با چه اجندایی وارد این کنونسیون میشن؟ خب امروز روز کارگر از ایالات متحده و به شکل غیر رسمی محافلی را دموکرات‌ها برگزار میکنن به خاطر تجلیل از نشست حزبیشان، ولی اجندایی را که امسال دموکرات ها در نشست حزبیشان در شهر شارلت برگزار میکنن تمرکز بیشترش بالای اقتصاد و همچنان کاریابی و شغل میباشه، موضوعی که امسال محور بحثا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار گرفته. و یک بخش مهم ادعای حزب دموکرات ها از و انتقادشان از جمهوری خواهان موضوع وضع مالیه بالای طبقه میانه می باشد که اوباما میگه تعداد زیاد شرکت های مالی بزرگ است که مالی از اونا کمتر میشه و همچنان مالی طبقه میانه
بیشتر میشه که در این قسمت نظریات متفاوتی وجود داره. ممنون از گزارش جامعه شما. قابل تذکر است که در طول هفته ما گزارش‌های مستقیم از همکارم ظفر هاشمی در برنامه‌های آینده روی کنوانسیون با شما ارائه خواهیم داشت. تشکر از شما.